با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، طالبان پاکستان نیز تلاش خود را مضاعف کرده تا بیش از پیش بتواند نقش آفرینی کند و بر نفوذ خود در پاکستان بیافزاید. همین امر موجب شده که هر از چنگاهی درگیری های میان طالبان پاکستان با نیروهای دولتی این کشور رخ می دهد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بنابر گزارش یورو نیوز گروه تحریک طالبان پاکستان روز سهشنبه ششم سپتامبر پس از آنکه ارتش پاکستان از کشته شدن پنج سرباز این کشور و چهار شبه نظامی وابسته به این گروه در یک درگیری مسلحانه در شمال غربی پاکستان خبر داد اسلام آباد را به شکستن آتش بس متهم کرد گروه تحریک طالبان پاکستان که یک گروه از سنی های تندرو پاکستانی است در ماه جوان اعلام کرد که برای تسهیل گفتگوهای صلح با میزبانی طالبان افغانستان آتش بس با دولت اسلام آباد را برای مدت نامحدود تمدید کرده است اما از آن زمان تا کنون درگیری های منظمی میان دو طرف وجود داشته است ارتش پاکستان روز دوشنبه از تبادل آتش میان نظامیان پاکستان و شبه نظامیان در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان خبر داده بود. از مناطقی مانند وزیرستان شمالی به عنوان خواستگاه طالبان پاکستان نامی برند. یکی از فرماندهان گروه تحریک طالبان پاکستان روز سهشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با تایید درگیری همیان میان شبه نظامیان این گروه و ارتش پاکستان گفت که اسلام آباد به تعهد خود در مورد آتش بس عمل نکرده است. اما یک مقام دولتی پاکستان که طرف مذاکره با گروه تحریک طالبان پاکستان بوده است آنها را به قسل های هدفمند و افزایش تحرکات در مناطقی از این کشور متهم کرد اسلام آباد از زمان تسلط طالبان بر کابل در سال 2021 همواره از حملات گروه تحریک طالبان پاکستان به ویژه در امتداد مرزهای مشترکش با افغانستان شکایت داشته است طالبان پاکستان و افغانستان اگرچه گروه های ای هستند اما یک ایدئولوژی مشترک دارند سنی های تندرو طالبان افغانستان تاکید دارند که به شبه نظامیان خارجی اجازه استفاده از خاک این کشور را نخواهند داد اما برخی گزارش ها از حضور صدها جنگجوی طالبان پاکستانی و همچنین بسیاری از رهبران این گروه در افغانستان حکایت دارند و این گروه افراطی در کشتار شیعیان و هزارها در افغانستان نقش مستقیم و غیر مستقیم داشتند. علی اکبری اخبار شیعه